سلام دوستان، خوش اومدید. امروز به درخواست بسیاری از دوستان که خواسته بودن خط چشی رو که من همیشه میکشم و بهشون آموزش بدم رو خواستم باهاتون شیر بکنم. خط چشی هستش که بیشتر اوقات من از این مدل خط چش استفاده میکنم و گاهی اوقات داخل چشمم رو هم میکشم، مداد مشکی یا سرمه یا هر چیزی که هست میکشم، گاهی اوقات هم نمیکشم. این دیگه بستگی به این داره که ببینید چقدر چجوری بهتون میاد، چقدر دوست دارین و چه مدلی رو بیشتر میپسندین. خب من صورتم رو کرم زدم، ابرام آماده هستش. اولین کاری که میکنم کشیدن خط چش هستش. دوستان من همیشه از خط چش نوکتیز استفاده میکنم، خط چشی که تیپش یعنی نوکش کاملا سالید و سفت هستش و خم نمیشه، چون اصلا با اون خط چش ها راحت نیستم و به نظرم خط چشی که در واقع نوکش سفت هستش خیلی راحت تر میتونه مدل های مختلف خط چش رو روی چشمتون بکشه. خط چشی که من استفاده میکنم خط چش ریمیل هستش، واترپروف نیستش، سیاه هستش ولی بسیار بسیار کیفیت خوبی داره و بسیار مشکی هستش. تیپش هم اگه بخوام بهتون نشون بدم، تیپی هستش که سفت هستش، یعنی شل نیست که این ورون ور بره. قبل از اینکه خط چش رو بکشیم یه موضوعی هستش که خواستم با تو در میون بذارم. دوستان من خیلی سال خط چش میکشم و الان دیگه انقدر راحت و آسون خط چش رو میکشم که خیلی سریع در عرض 1 یا 2 دقیقه میتونم کامل خط چشمم رو بکشم. ولی روز اولی که برمیگرده به خیلی سال پیش، روز اولی که خواستم خط چشم بکشم روی چشمم، باورتون نمیشه. دقیقا اگه بهتون بگم 45 دقیقه طول کشید تا یکی از چشمام رو بتونم خط چشم بکشم. میخواستم بیرونم برم، دیرم شده بود ولی گفتم من باید این خط چشم رو حتما امروز بکشم و امتحان بکنم. به هر حال میخواستم اینو بگم که خط چش کشیدن اگر هر روز این کار انجام بدید براتون تمرین میشه و باعث میشه که سریعتر و راحتتر بکشید. آف کورس اگر شما برای روز اول و بار اولتون هستش و خیلی خط چش نکشیدید، طبیعی هستش که راحت نباشین و زمان بیشتری رو نیاز داشته باشین بکشین، ممکنه مثلا خراب بشه یا این چشتون با این چشتون فرق بکنه، اینا همه کاملا طبیعیه و فقط با تمرین و تمرین هستش که دستتون راه میفته و میتونید سریعتر و راحتتر خط چش بکشید. حتی الان که من خودم این همه سال خط چش میکشم، بازم گاهی اوقات خراب میکنم، گاهی اوقات اون چیزی که دوست دارم نمیشه، گاهی اوقات این مدل با این مدل فرق میکنه. کاملا طبیعی هستش و چیزی نیستش که چون شما تازه کارید و تازه میخواین این کار رو انجام بدید فقط بشه. حتی برای منی که سالها این کار رو میکنم هم اتفاق میفته. آماده این؟ در اول یک لایه نازک روی خط چشممون میکشیم و پر میکنیم. از وسط من همیشه شروع میکنم. به گوشه چشم که برسید سعی کنید خیلی نازک‌تر خط چشم رو بکشید و به کلفتی این قسمت چشمتون یعنی آخر پلکتون نباشه. سپس دوباره از وسط چشم شروع می‌کنیم و آخر پلک یعنی نوک خط چشم رو فرم میدیم. نوک خط چشم رو شما میتونید به صورت سربالایی و گربه‌ای فرم بدید یا به صورت صاف به موازات پلکتون. هر جوری که فکر میکنین زیباتر میشه میتونید همون کار رو انجام بدید.
صبح وقتی خط چشم رو میکشید مقداری صبر بکنید تا خط چشم کاملا خشک بشه. خیلی پلک چشمتون رو به این ور تکون ندید تا خط چشم نماله به جاهای دیگه و کاملا سر جاش خشک بشه. این یه مدل خیلی ساده خط چشم هستش. میتونید این مدل رو خیلی کشیده تر و به سمت بالاتر بکشید. خیلی نوکش رو میتونید طولانی تر بکنید. این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. این یه مدل خط چشم هستش دوستان. من الان تیپ سر این خط چشم رو پاک میکنم و یه مدل کشیده تر رو بهتون نشون میدم که به چه شکل بکشید که کاملا چشماتون کشیده مشخص بشه. خب دوستان همونطور که میبینید من خط چشم رو پاک کردم و فقط اون خط نازک روی پلکم باقی مونده. الان میخوام خط چشمی رو بهتون آموزش بدم که چشماتون رو فوق‌العاده بادومیتر، بالاتر و کشیده‌تر نشون بده و در واقع با یک کلک رشتی شما میتونید این خط چشم رو به راحتی روی چشماتون پیاده بکنید. از وسط چشماتون خط چشمتون رو مقداری زخیم تر بکشید به سمت پایین پلکتون. تا جایی که پلکتون هستش. دوباره این خط چشم از وسط چشمتون مقداری زخیم تر کنید. زمانی که زخامتش رو راضی بودین و کاملا انجام دادین قسمت پایینی پلکتون رو، از جایی که خط چشمتون تموم میشه، یعنی دقیقا از اینجا، به صورت شکسته به سمت بالا نوک خط چشم رو ببرید به این شکلی که بهتون نشون میدم. و به صورت یک مثلث در بیارید. و این قسمت رو که خیلی شکسته شده رو مقداری روشو به صورت خمیده درست کنه. خب همونطور که میبینید اجازه بدید خط چشمتون خشک بشه. این خط چشم چشماتون رو کاملا کشیده و بالایی نشون میده. ممکنه عجیب باشه ولی رو چشم خیلی قشنگ هستش. میتونید این قسمت رو چک بکنید، اگر نیاز باشه بالاتر بکشید بسته به نوع چشمتون. همونطور که میبینید این خط چشم خیلی چشم بالاتر نشون میده. شما میتونید این قسمت رو هر چقدر بیشتر بخواید پر بکنید و خط چشمتون رو خیلی دراماتیک تر و بولدتر در واقع نشون بدید. این قسمت شکستگی رو میتونید هر چقدر بخواید بیشتر پر بکنید. و اجازه بدید که کاملا خوش بشه. میتونید نوکش رو یه ذره پایین تر بیارین، بالا ببرین، پایین بیارین، صاف بکنین. این تیپ خط چشم یا نوک خط چشم هرجور که دوست دارید میتونید عوضش بکنید. مثلا من میتونم اینو الان مقداری پاک بکنم و تیپش رو صاف تر بکنم. تیپ خط چشم رو من پاک کردم که نشون بدم که میتونید تیپش رو صاف تر هم در بیارید.
من یه مقدار الان تیپش رو صاف‌تر کردم. دوستان شما همین خط چشم رو میتونید به صورت نیمه هم بکشید، هیچ فرقی نمیکنه، که فقط از نیمه چشم شروع میکنید و خط چشم رو میکشید. برای گوشه چشم ها چیزی که در واقع من استفاده میکنم از ژل سیاه رنگ چشم هستش که استفاده میکنم، مارک لوریال هستش، ولی مارک های دیگه هم هستش که بسیار سیاه هستش. با استفاده از قلم موی خیلی نازک و تیز من نوک چشمامو با این میکشم، البته با همون خط چشمی هم که در واقع من آموزش دادم هم میتونید، ولی این ماندگاریش بیشتره و چون گوشه چشم هستش خراب نمیشه به مرور که در واقع شما پلک میزنید خراب نمیشه. با یه براش خیلی نازک که مخصوص اصولا وقتی که این خط چشمای ژلی رو میخرین براشش هم باهاش میاد، از همون قسمتی که خط چشم رو کشیدید میکشید و گوشه چشمتون رو مدل میدید. میتونید نوکتیز باشه، میتونه گرد باشه، هر جوری که دوست دارید. دوستان میتونید داخل چشمتونم از همین ژل بکشید یا میتونید همین جوری بذارید، هر جور که دوست دارید و سلیقه‌تون هستش، ولی من داخل چشمم میکشم که بهتون نشون بدم. مقداری چشم پلک چشمتون رو پایین بگیرید. میتونید زیر چشمتونم با استفاده از خط چشم مایعی که روی که چشممون کشید من بکشین که دیگه خیلی حالت سنگین تر و دراماتیک تر میشه، ولی این به نظرم خیلی سبک تر هستش. خب من چشم دیگه من به همین شکل میکشم. همیشه کشیدن اون یکی چشم، اگر راست دست هستید از کشیدن چشم چپ سخت تره، اگر چپ دست هستید کشیدن چشم راست سافت تره. دوستان وقتی همیشه خط چشمتون رو میکشید با خط چشم اون یکی چشمتون مقایسه بکنید، اگر نوکش پایین تره یا فرق داره سعی کنید درست کنید. الان همونطور که میبینید این خط چشم من نوکش یه مقدار از این خط چشم پایین تره که من بعد اینو درستش کنم. دوستان بعد از اینکه کار خط چشمتون تموم شد و راضی بودین از خط چشمتون، ریملتون رو میزنید. همیشه اجازه بدین ریملتون خشک بشه و بعد قسمت پایین، مژه های پایین رو ریمل بزنید. دوستان ریملی که من استفاده میکنم مارک ریمل هستش، ولیوم فلاش هستش، فوق العاده من از این ریمل راضیم، قیمتش خیلی مناسب هستش و فرچش بسیار مناسب برای بلند کردن مژه ها هستش و من چند ساله دارم از این مارک استفاده میکنم و بسیار راضی هستم. ریمل دیگه هم که قبلا استفاده میکردم شنل بود که اون هم بسیار بسیار عالی بود و خیلی راضی بودم.
خب دوستان، روژ لبی که من استفاده کردم و بهتون معرفی میکنم مارک استیلادر هستش. و به اسم شماره 11 کرامبری هستش و فوق‌العاده مات و عالی هستش. تکسچر خیلی خوبی داره، بافت خیلی خوبی داره. لیست تمام لوازم آرایشی رو که من تو این ویدیو استفاده کردم و براتون تو قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم، بعضیش لینک خرید دارن، بعضیش نه، ولی اگر اونایی که لینک خرید نداشتن رو شما خودتون میتونید مشخصاتش رو بگیرید و ببرید و خریداری بکنید از مغازه‌های مختلف. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، بتونید این خط چشم رو اونایی که دوست دارن بکشن برای خودشون. ولی نگران نباشید، اگه اولین بارتون هستش امتحان کنید، سعی کنید، حتما اون چیز رو که میخواین به دست میارید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.